بر خودشان قائل شدن و حاضرن هر گونه هزینه رو بپردازن، وقتی که به میدان میآیند و بر نمیگردن و خاموش نمیشوند و نمیشود مثل جنبش های دیگری که به حاکمیت میتواند خاموش کند و با خشونت و با مرگ و با قتل و با خشونت به حساب بی حد حساب ملت رو در خفه کنه، در این مورد مشخص اگر آن چیزی رو که ما در این لحظه میبینیم و ادامه دار است و ملت بر نگردد، همان 3% کافی است که پیروزی ملت ایران هم به عنوان یک پروسه تحقیقاتی جامعه شناسی روانشناسی هر جنبشی به پیروزی رسیده در دل تاریخ کره خاکی به مطالعه پرداخته بشه و ملت ایران هم به عنوان یک افتخار درخشان در کره خاکی به یک زندگی نرمال، زندگی که حقشونه و یک زندگی برازنده قرن 21 برسن. من اینو امیدوارم میبینم. از این که بخوام عدد بدم، از این که آریه میگیرم از کلام استاد گرانقدرم که آیا 6 هفته 6 ماه، به باور من هر آن امکان دارد اگر آن چیزی که تبتاب آرزوی مرگی است که حساب برای ولی فقیه دوم ملت ایران دارن، کافی است، من در چند رسانه دیگه هم گفته، کافی است 1/10 شور هیجان جنبش ملی که شور شعفی است و رقص و پایکوبی مثلا اولین جنبش خیابانی رو که ملت ایران بعد از 30 روزی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب رقم زد، راجب یک فوتبال و پیروزی فوتبال ایران از استرالیا بود و صدها هزار نفر بیرون اومدن. اگر به باور من آن جنبشی که آن روز پیش آمد ده یک روزه بود، چند ساعته بود، آن خروش و آن شادمانی ملی بی نظیر در 100 سال گذشته، ملت ایران کافی است چند میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون فقط بیاین، هیچ کاری نکنن، دست بزنن، سوت بزنن، شادی کنن، برقصن. با آن رقص دنیا خواهد فهمید که این حکومت به پایان رسیده، به خاطر این شور هیجان خوشحالی رو که اختاپوس هزار هزار برابر، نه چند صد هزار برابر کرونا ضربه زده، هیولای کرونا و بشریت ضربه زده به ملت ایران، همین می شود نقطه پایان. و جمهوری اسلامی بسیار ترسیده به باور من. آن چیزی رو که من از خشونتی که در به شهرهای کوچیک ایران دیدم، آن چیزی رو که به حساب باز دوباره ساچمو گلوله سرب داغ به دختر 12 ساله کرد ایرانی من دیدم، آن چیزی که در شهرستانهای کوچیک ایران دیدم که با دیگر فقط کنترل خشم و غصه خوردن نیست، سنگ برمیدارن، پیر و جوان در قسمتی از ایران زمین در کردستان سنگ برداشتن در مقابله با سرب داغ و این بسیار بسیار ناجوان مردان است و رفتن برای حاکمیت و رفتن در این جرأت اینو داشتن که این بهار رو پرداختن سر تعظیم من فرود میارم و این داره به یک جنبش ملی تبدیل میشه، زمان حال شده. من از ماضی نقلی از 3-4 روز پیش اینا فعلی استفاده میکنم که خواهد توانست بودن جمهوری اسلامی به ماضی بعید که واقعا بعید است بتواند ادامه حیات در صحبت کنه. این آخرین کلام من بود، امیدوارم که وقت زیادی از مخاطبانمون ضایع نکرده باشم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر منتظری عزیز و نازنین. خب تحلیل های شما عزیزان رو شنیدیم و در نهایت باید واقعا به شور و شعف مردم، به هماهنگی مردم و به این اقتدار مردمی غبطه بخوریم و آرزو بکنیم که هرچه سریعتر جمهوری اسلامی از بین بره، بر جامعه ایران را از جامعه ایران رخت ببنده و در نهایت اون شایستگی، اون آزادی و آبادانی که لیاقت مردم ایران هستش رو به ایران بازگردونن، خود مردم ایران. بینندگان و شنوندگان عزیز و نازنین، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خیلی خیلی از همه شما عزیزان در سرتاسر این جهان هستی سپاسگزارم که تا این ساعت با ما بودید و صحبت‌های مهمانان و عزیزان و بزرگواران و اساتیدی که اینجا حضور داشتن رو شنیدید و تحلیل‌های بسیار هوشمندانه و آگاهانه این نازنینان رو. امیدوارم که به زودی زود ما بتونیم با کمک همدیگه، با یاری همدیگه، با اتحاد جمهوری اسلامی رو از جامعه ایران بیرون بکنیم و به زبالدان تاریخ بسپاریم.
سپاسگزارم از هر دو عزیز نازنین، جناب آقای دکتر خلیل خلیلی پور دارستانی و همچنین جناب آقای دکتر سام منتظری عزیز. خیلی خیلی سپاس ویژه دارم ازتون بابت صحبت‌های امروزتون و دلگرمی‌هایی که به جامعه ایران دادین و همچنین آگاهیاتون. پاینده و استوار باشید. اگر پیام کلام پایانی دارید بفرمایید بزرگوار. جناب دکتر خلیل خلیل پور دارستانی بفرمایید. با آرزوی پایندگی برای ایران، شما و شنوندگان شما و جناب آقای منتظری رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که به زودی شاهد نتیجه هایی که ایران شایستش هست برسید. سپاسگزارم. سپاس از شما جناب آقای دکتر خلیل خلیلی پور دارستانی نازنین. جناب آقای منتظری شما هم اگر کلام پایانی دارید بفرمایید بزرگوار. من ضمنی که بهترین ها را آرزو دارم برای ملت ایران، تشکر میکنم از صبر و حوصله‌ای که مخاطبان ما به ما افتخار دادن و گوش کردن. امیدوارم که این مباحث رو به یک سرانجامی برسونیم و امیدوارم که با شادباش‌های بیشتری من شخصا افتخار داشته باشم، افتخاری داشته باشم که در شبکه رسانه داد خدمت مرسر شما عزیزان و بزرگواران باشم. سپاسگزارم. پاینده ایران. قطعا همینطور خواهد بود گرانمایه و ما در برنامه های بعدی حتما از شما دو استاد عزیز و نازنین مجددا دعوت خواهیم کرد و تحلیل ها و نظرات هوشمندانه شما رو مجددا خواهیم جویا شد. سپاسگزارم از همه عزیزان، شنوندگان و بینندگان عزیز و محترم. همونطوری که در گذشته گفتیم، شبکه رسانه داد همچنان مشتاق این استش که شما عزیزان نظرات خودتون رو بیان بکنید و اگر توانایی حضور در این شبکه رو دارید ما در خدمتتون خواهیم بود و طبق روال همیشه با شعار پاینده ایران، سرافراز ایرانی این مصاحبه رو به پایان میبریم. شب و روزگار همگی خوش. تا درود دیگر. بدرود.